روز بخیر بزرگسالان، جوانان، نوجوانان و کسایی که علاقه مندی داره به توضیحات من. امروز بازم درباره چه سلطنت هندوستان، سلطان نشینه های دلی برش میگن که به حسابی امی پیشتر که گفتم که نفر به نام خزرخان بود، این خزرخان سلیمان بود که به حسابی از سال یعنی چار سلسله داشتن که امو اولینش خزرخان سلیمان از تاریخ به حسابی دوازده یعنی از تاریخ 1221 تا به 1000 خان که امیر خزرخان یعنی به حسابی در حکومت هایی که در این بود ای در سال 1206 معذرت میگم 1206 عیسوی که در قرن 13 میشه در این حکومت کردن و چهار دوره داشتن که نمی آدم خزرخان سلیمان به حسابی اولین شاهی از این بود که این اینجا این بطار مثال مقبری زمی آدم بزرگوار هستک و این یک افغان بود، پشتون بود و به زبان فارسی صحبت میکرد و چون که در اونجا دیگر سلطنت هایی که ایرانی آمدن در اونجا زبان فارسی آمد و زبان به حسابی درباری اندم زبان فارسی شد یا یکی از زبانهای درباری اند فارسی شد و امی آدم به نام خزرخان سلیمان که اینو میگه چی عزیز عکس مقبره عزیز ایرا به حسابی عنوان ساختن دیگه و خودشان ساختن و این چیز است که به طور مثال در افغانهای افغانستان این چیز ساخته نمیتونن با این گنبدی. این گنبدی از گنبدای آریانا زمان آخامونیشا ساخته شده که اتر گنبد اندستان هم ساخته نمیتونست باز زمان که تاج محل به وجود آمد در تاج محل باز اینمی گنبد از اینمو گنبدای ایرانی ساختن که اون نفرش هم مغلای این بودن که در زمان شاجهان بعد دختر خود تاج ممتاز محل ساخت. محل به عربی به معنای جای میگن و تاج محل به معنای تاج یا کرونه که برش میگن که خودش نشاننده عزیز که امی اندویا از امی هر جای دیگر از خود میگرن میسازن و خود میسازن به خاطر از اینکه مغلا یعنی بعد از جانگیر باز بسیاری نفرهای دیگه میای جانگیر یعنی زمان باز عالمگیر میای و دیگه و دیگه بعد از باز شاجهان میای و بعد از شاجهان شاه جهان میگن بعد از باز کی میای اورنگزیب میای که اورنگزیب آدمی چندان خوبی نبود اما اینمی سلطان نشینه هایی که در اینجا آمدن این اینمی خزرخان بود باز و از اینمی نام پسر صدو خان هم که از اینمی طایفه هستک که طایفه های بسیار خوب هستن من این طایفه رو بسیار دوست دارم عشق ما هستن پشتون هستن افغان هستن روحیله هستن و پتان هستن که در این مردم های پتان هم بسیار دوست دارم به منای پتان به منای کسایی که سرش اعتماد است روحیله یعنی کسایی که در سر کوه های بلند چی میکنه زندگی میکنه و امی خود
بزرگوار چی شاعر پشتون شاعر شمشیر به دست پشتون توریانی یعنی به شاعر شمشیر به دست نه کوئی شمشیر میزنه میره باز توریالای میگه و این توریالای یعنی شمشیر زن و ام پنج صفت پشتونا که یکیش بریالای است یکیش ننگیالای است یکیش زمرالای است که زمرالای است اصلا ما نامیت یعنی شیر هستن اونا کرزای هم گفت شیر هستم و غنی جان هم شیر هستم و من در زمان چی در افغانستان هم بودم باعث چی بودم باعث ترجمان در سفارت بودم باز مردم ها دیگون چه مزاقا میکردن خصوصا همی کسایی که در چی بودن باز میگفتن که ما شیر هستیم دوش گفته که ما شیر هستیم که در پیش به حسابی امو دندان شیر یا غار شیر نبین که میترزم باز گفتن باز امون جرمن ها برش گفتن که شیر خواه هستی اما دانت شیر چیره شیر گومیش اروپا رو میچوشه باز گفت از شیرهای گوای اندستان هم شما میچوشین امی مانای گومیش ایست که زیوس یا زیوس همه ترکوی نامشه میگه سویس هست همی خداوندگار یک ستاری هست که اینه مثل استوری ما واره که به طور مثال جمشید همه طور یک آدم بوده و هم استوره داره به نام زیوس یعنی خداوند کلان یونان بازی در یونان چی بوده که یک نفر بود که یه گریختان امی گوی که در سرش یک دانه چیز یک دختر زیبا ششتکی به نام زیر نام ایلینا میه یعنی امو دختر ایلینا که چیز بابیش هم اگه ممنون بود یا هم یک چیزای تاریخی همی استورای تاریخی که در ایران زمین هستن ما هم یک استوره بودن که بازم نامش یکیش افرودیت بود که باز در لاتینی بود زوره میگه ای زوره ای ستاره زیبای آسمان این دیگه همون ستاره زیبا بود که افرودیت برش چی همی افرودیت برای نرگس برای نرگس گفته که اون نرگس خودخواه بود یعنی اتو مثلا است که اگر من وطن خود دوست داشته باشم باید وطنهای دیگر هم دوست داشته باشم اگر من خود مردم خود دوست دارم باید مردم های دیگر دوست دارم اما یک قسم مردم ها هستن که یک خاصیت در تمام مردم ها وجود داره نظر تنها به مردم افغان یا پشتون نیست اما در سیاست پشتونی یا حاکمان پشتون از سیاست خودخواهی استفاده میکنن باز در اینجا این نفر سه دختر بسیار مقبول برش داد اون نفر او عاشق خود و عاشق خود شده بود بازی سه نفر برش روان کرد که ایره آلوسی کنه یکی امی دو نفرش نامایش اوقدر معلوم نیست اما یک نفر از این یک دختر بسیار زیبا و قشنگ یکی از دیگر که بسیار زیبا و قشنگ بود بازی افرودیت یعنی خدای عشق برای زمین نرگس روان کرد که خودخواه بوده که خودپرست بود یعنی خود دوست داشت و دیگر نداشت بازی که افرودیت ایره میخواست که جزا بده او خداوند عشق از دیگر سه نفر که روان کرد یکی از او به نام پژواک بود اکو نامش بود اکو یعنی پژواک وقتی که در یک جایی تو گپ میزنی باز در پیش کو باز پس برات میاید باز امی اکو را روان کرد این کلگیشه به حسابی در آلمانی میگه فشمیت هست یعنی کلگیشه بد پدر شد نالد یا چی نیستن مقبول نیستن خب این چی کرد این اگه به می اکو میگفت که من تو را دوست دارم صدای خودش میامد صدای قلب خودش پس انعکاس میکرد پژواک میکرد به خودش میامد که
اون میگفته که من را دوست دارم. امی که گپ که نزد ای چون بسیار امی نرگس کی بوده که نرگس کی را باز در پس آنها نارسیس شد ای پسر خدای دریاها و خدای رودخانه ها بود. باز در موجه اردان اگر اوزه کس نیکش بران میشه اوزه کس در موجه چیره خوده دید چیره خوده دید که سر خود عاشق شد میخواست که می عکس خوده از می او در سر او است که ای مثل آنی آنه امیره که میخواست که دست بزنم که بگرده در بغل خود که عکس از بین رفت. در می وقتی که از بین رفت خودش از بین رفت. چطور شد که یک گل نرگس باز از امرو می آید که نرگس هم به معنای گل نرگس هست که از اونمو باز نرکوز هم می آید بیوشی از اونمو به وجود می آید. یعنی نمی یعنی کسایی که قوم خود از زیاد دوست دارن و قوم دیگر را دوست ندارن خود دوست دارن و دیگر اجازه نمیدن که به سر قدرت بیاین این خودش همون ناسیستی هست یعنی که خودپرستی هست. باز اینم به طور مثال ما یک چی میگم مرم